بسم الله الرحمن الرحیم. صادق عزیز، شب سه‌شنبه است که تصور می‌رود فردای آن ما را ترک کرده به سوی آلمان، یعنی کشوری که تا حدود زیادی فعالیت در آن در سرنوشت تو مؤثر است، به سوی آلمان می‌شتابیم. حالت فعلی ما را که مشاهده می‌کنی شبیست و نیمه شب، همه در خواب برفتند و شب از نیمه گذشت. میزی و چراغی و اجتماعی و سیگار همایی. تصور میکنی این منظره و این صدا و این حالت با گذشت این شب محو میشود؟ ابدا. خود این ضبط صوت بهترین سند و گویاترین شاهد برای ابدی بودن موجودات در این جهان است. صدای مرا این ضبط صوت در خود ثابت می کند و به همراه تو و در شبهای تو و در روزهای تو به گوش تو فرو می خواند. جهان ما ضبط صوت بزرگی است که صدای ما را هر کلمه‌ای که از ما صادر شود ثبت می‌کند. هر حالتی که از ما به وقوع پیوندد ثبت می‌کند. هر عملی که از ما صادر شود در خود نگه می‌دارد. در قرآن به این آیه بر می‌خوریم: و ما تکون من شأن و ما تقرأ من قرآن ولا تكون في عمل الا كنا عليكم شهودا. همه افعال و اقوال و حالات در کتاب الهی، یعنی آن ضبط صوت بزرگی که همه چیز را در خود ضبط می کند، مسجل و یادداشت می شود. همه چیز محفوظ می ماند تا روز حساب. مقصود من از حساب نه تنها حساب قیامت است و جزای الهی، مقصود حساب زندگی نیز هست. تصور کنیم دو نفر راهی را می‌پیمایند. اولی قدمی بر می‌دارد و قدمی می‌گذارد. گاهی می‌خوابد و گاهی باز می‌گردد و گاهی چرت می‌زند و گاهی آرام می رود. دیگری ساعات خود را هدر نمی دهد و به سوی هدف خود می شتابد. بدیهی است که دومی زودتر به مقصد می رسد و اولی یا به مقصد نمی رسد و یا دیرتر. آیا می توان شک کرد ساعاتی که بر این دو گذشته و حالاتی که این دو در این ساعات داشتند در سرنوشت آنها بی تأثیر است؟ چگونه می توان فرض کرد گامی را که یکی از این دو تن در آن لحظه برداشتند در حساب آخر و در روز برداشت محصول بی اثر بوده است؟ به طور کلی آنچه از ما صادر می شود، آنچه می گوییم و آنچه می شنویم مجسم و متبلور شده به صورت جزای اعمال در این جهان و در آن جهان به دست ما داده می شود. آن روز است که به تعبیر قرآن می گوییم مال هذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصا. امتحان
امتحانات خود نمونه زنده‌ای از حساب الهی است و همچنین شاهد صدقی بر نتیجه اعمال ما در سعادت زندگی ماست. تصور میکنم دقت در این بحث اگر همراه با اقتناع توأم باشد، اگر طغیان و عنفوان جوانی بر روی این تفکر پرده‌ای نیندازد، با کمال وضوح می‌بینیم سفری را که با این رنج برای تو فراهم شده است، ایامی را که با نهایت تلخی بر خویشان تو می‌گذرد، بسیار گرانبهاتر است از آن که هدر برود و یا در ترسیم آینده تو بی تأثیر باشد. فکر می کنم اگر تمام عمر ممکن بود کسی به تلاش و فعالیت و به قدم برداشتن در راه حق و خیر و صلاح مصرف می کرد، حتماً جز این شیوه عقل و آیین منطق نبود. ولی چه باید کرد که انسان خسته می شود؟ انسان نشاط هم لازم دارد، ولی به قدری که نمکی در طعام باشد، نه آنقدر که غذا را شور کند، نه آنقدر که هدف از زندگی انس و تفریح باشد و درس چون آبی، چون صورتی و ماسکی بر زندگی انسان قرار گیرد. درباره رعایت مسائل دینی، همین مقدمه که گفتم تصور میکنم کافی باشد که مطالعه و رعایت صلاح ابدی همانقدر مهم است که رعایت صلاح و سعادت آینده زندگی، و چه بسا سعادت ابدی بسیار پراهمیت‌تر از سعادت 50 سال یا 40 سال زندگی به حساب می آید. هرچند این دو مصلحت با یک دیگر تفاوتی ندارد، در دین اسلام دنیا و آخرت یک مفهوم و یک واحد را تشکیل می دهد. در قرآن کریم به این موضوع چنین اشاره شده است: من عمل صالحا من ذکر و انتا فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم احسن ما کانوا یعملون. آنان که رفتار نیک و ایمان به خدا دارند، زندگی گوارا و جزای آخرت مطبوع در انتظار آنان است. دنیا و آخرت در نظر اسلام از هم جدا نیست. راه صحیح راهی است که سعادت آینده انسان را و سعادت ابدی انسان را در آن واحد تحصیل کند. بسیار آسان است که انسان راهی را که می رود با قصد صالح به جا آورد. همونطور که روزی می گفتم، انسان نقاط گوناگون و عناصر مختلفی در وجود دارد. اگر بتواند راهی را انتخاب کند که تمام عناصر او ارضا شود، آن راه موفقیت‌آمیزتر است. چه با نیروی بیشتری، با نیروی متمرکزتری به سوی هدف می شتابد.
طبیعی است که اگر قصد صالح از درس خواندن، از کار کردن، از مدرسه رفتن و حتی از خاندار شدن، از اداری بودن داشته باشیم، همه این کارها را می توانیم در سلک عبادت قرار دهیم. عبادت به نماز و روزه منحصر نیست. پیغمبر اسلام به ابی ذر که یکی از نزدیکترین صحابه اوست میگوید حتی در خواب و خوراک قصد قربت داشته باش. آری، خواب و خوراک از لوازم زندگی انسان است. سبب تأمین نیرو برای انسان می شود و موجب می گردد که انسان بتواند با نشاط بیشتری در راه خیر، در راه صلاح مردم، در راه کمک به هم نوع صرف کند. از خواب و خوراکی که با قصد قربت و با تصمیم بر کار نیک انجام گیرد عبادت است. سفر کردن برای تحصیل اگر با قصد قربت و قصد خدمت به جامعه و هم نوع و خانواده، اگر به قصد حفظ حیثیت انسان، اگر به قصد تأمین آسایش هم نوعان همراه باشد، جهاد در راه خدا حساب می شود. آنگاه این قصد سبب می گردد که انسان در این راه با دقت بیشتر قدم بردارد. چه بسا وجود این قصد انسان را محدود می کند، ولی راه موفقیت آمیزتر و نتیجه بخشتر است. در آیه دیگر می خوانیم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسوله اذا دعاکم لما یحییکم. دعوت پیغمبر را سبب زندگی شمرده است. با کمال تأسف متدینین امروز معتقدند که دین فقط برای مرگ است. به این سبب جوانان که تصور می کنند دین با راه زندگی، با کار و کوشش، با تلاش برای تأمین آینده تطبیق نمی شود و هماهنگی ندارد، از دین اعراض می کنند. در حالی که به طور مسلم می توان گفت اسلام و یا هر دین خدایی هیچ یک از غرایز اصلی و احتیاجات ضروری انسان را منع نکرده است. از خوردن و آشامیدن جلوگیری نکرده، بلکه گفته است راه صحیح را برای خوردن و آشامیدن انتخاب کنید، تجاوز نکنید، افراط در خوردن نکنید. عیناً همین ترتیب را در غریزه جنسی انسان مشاهده می‌کنیم. به هیچ وجه منع از این غریزه نشده. در اسلام جلوگیری از این غریزه و یا سایر غریزه های زندگی انسانی رهبانیت نامیده شده و گفته شده است که لا رهبانیت در اسلام. لیکن از تجاوز به ناموس غیر، از افراط در این امر منع شده. آنقدر که برای زندگی لازم باشد این غریزه نیست مانند خوردن و آشامیدن است. بهره بردن از زیبایی های زندگی، بهره بردن از نعمت های الهی به طور معقول و منطقی نه تنها بی‌اشکال است، بلکه در بسیاری از آثار وارده از اهل بیت دیده می شود که مرغوب و محبوب خداوند است. پس می توان راهی را رفت که بدن انسان لذت برد، روح انسان شاد باشد، افکار انسان آرامش یابد و در این حال خیشان انسان خوشنود باشد. چه امتیازی می شود داشت آنان که یک قسمت بزرگ از وجود خود را، یعنی فطرت خداجویی خود را کنار بگذارند؟
و یا غرق در شهوات شوند و یا از حریم اجتماع و زندگی اجتماعی کناره گیرند. درس باید خواند، مرد اجتماع هم باید بود، مرد دیندار هم میتوان بود. همه اینها با هم جمع می شود، بلکه همه اینها یک راه است. آرامشی که برای انسان در نتیجه نماز، رضایتی که برای انسان در نتیجه روزه حاصل آید، نه تنها جبران زحمت مختصری که در راه به پاداشتن این عبادات می کشد، نه تنها جبران می کند، بلکه آرامش و آسایش و نوری در قلب انسان به وجود می آورد که توفیق انسان را در هدفهای تحصیلی او نیز تأمین می کند. تصور می کنم با کمال وضوح می توان دریافت که عبادات با تمرین بسیار آسان می شود. انسانی که خاشع بود با کمال سهولت به عبادات مختصری که از طرف خداوند بزرگ به او تکلیف شده است، با کمال سهولت انجام می‌گیرد. آنچه می‌توانم بر مطالب گذشته خود بیفزایم این است که هرگاه اشکالی در یکی از بحث‌های دینی برای تو و یا برای یکی از دوستانت پیش آمد، با نهایت خوشبختی آماده جواب نوشتن به این نامه‌ها هستم. اصولاً این قسمت از مکاتبات را از بهترین وظایف خود می‌دانم. تو خود می‌دانی که در هفته متجاوز از 7 ساعت در مدارس اینجا و بیروت با جوان‌ها سر کله می‌زنم. من به آنها گفتم که در سالن را می‌بندیم و در دهان‌ها را می‌گشاییم. آن چه می‌توانید سوال بکنید و من آماده پاسخ دادن به آنها هستم. به نظر من سعی در اصلاح جوانها بسیار ارزشمندتر از سعی در اصلاح بزرگسالان است، چه آنها با عبادت خو گرفتند، چه از آنها امیدی برای ساختمان مستقبل نیست. آینده ما به دست تو و امثال تو از جوانهاست. امیدواریم که از تنگ نظری قدیمیان و از تند روی امروزیان که نتیجه و عکس العمل آن افراط بوده است برخوردار باشید. امیدواریم که دنیایی را که نسل شما می سازد دنیای آزاد و آباد و آسوده باشد، دنیایی باشد که در آن عدل و حق و خیر همراه ایمان و علم دیده می شود، دنیایی که ما بتوانیم در او ایام پیری خود را با کمال راحت و آسایش بگذرانیم و امیدوار باشیم که فرزندانمان آینده‌ای سعادتمند دارند. تو را به خدا می سپارم و با این جمله از تو خداحافظی می کنم. امیدوارم که همیشه خوش و موفق باشی و ما را فراموش نکنی و این آیه را در گوش تو به وسیله این نوار میخوانم: ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. این آیه خطاب به پیغمبر است، به او بشارت میدهد خدایی که بر تو قرآن را نازل و واجب کرده است، به طور حتم تو را به سرانجام مقصود می‌رساند. او بهترین پناهنده و مهربانترین مهربانان است. آری، راهی که پیغمبر می‌رود، راهی که در راه حق و خیر و عدل، قدم‌هایی که با تدبیر و علم توأم باشد، حتما به سرانجام خواهد رسید.
این آیه برای ما تفعلی است از وضع آینده تو. خدا حافظ و نگهدار تو.